در حالی که 4 روز از رویداد حمله طالبان بر ولسوالی بهارک تخار می گذرد، باشندگان شهر طالقان مرکز این ولایت نگران شکنندگی وضعیت امنیتی هستند. از حکومت می خواهیم که امنیت برقرار کنند، از حکومت می خواهیم که مردم راحت باشند. سعی که امنیت که نباشند، هیچ چیزی نیست. کسب و کار مردم خراب هستند. پس ما از حکومت محلی و مرکزی است که در قدم نخست جب به جنگ و نابسامانه ها رسیدگی کرده بتانند و بتانند تهدید از بالای مردم معصوم دور بسازند تا اینکه مردم بتانند به کار خود ادامه بدهند. باشندگان شهر طالقان میگویند که در بسیاری از ولسوالی های ماورای کوکچه طالبان حضور دارند و همچنان در مسیر شاهراه تخار کندوز گواه ایستهای بازرسی این گروه هن. فعالان مدنی تخار مقام های امنیتی را در تامین امنیت این ولایت ناتوان می دانند. نگرانی ها در رابطه به شاهراه ماورای کوکچه و تخار کندوز بیشتر است. طالبان را که 1-2 هفته قبل از ولسوالی بهارک مقامات ارشد امنیتی آمده رانده بودند، دوباره جاهایشان آمده جاگزین شدند. چک پوینتشان هر از گاه چک پوینتشان را در شورای ماورای کوکچه افراز میکنند، همچنان خانابات و کندوز. به اندازه رسیده که طالبان توانستند که تا دهن دروازه ولایت تخار بیایند و همچنان مردم تخار و مرکز که طالقان است خیلی نگران هستند، خصوصا از این بابت نگران هستند که طالبان در آخر چک پوینت هایشان هم میان ولایت تخار و همچنان کندوز در سر را چک پوینت های علمی دارند. از سوی هم مقام های امنیتی تخار افزایش حمله های طالبان بر ولسوالی های ماورای کوکچه را میپذیرند و از تلاش ها برای مهار اهداف نظامی این گروه خبر میدهند. و تهدیداتی که در ماورای کوکچه در ولسوالی های ماورای کوکچه وجود دارد، در روز هم نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی فعالیت خود دارند. ایدگاه ما نمیگذاریم که دشمن به او اهداف شوم خود برسه، طوری که دیروز هم در ولسوالی چال دشمن یک سلسله تحرکات خود داشتند که خوشبختانه نیروهای امنیتی فورا اقدام کردند و با کشته شدن و زخمی شدن 13 تن از مخالفین اوسا هم از وجود مخالفین پاکسازی شد. دیدبان حقوق بشر به روز 23 اکتبر با نشر گزارش گفته است که نیروهای افغان در ولایت تخار یک مسجد را مورد حمله هوایی قرار دادند که در آن 12 کودک کشته و 18 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اما امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری با رد این گفته ها در صفحه فیسبوکش نوشته است که خبر کشته شدن اطفال در مسجد در تخار بی اساس است. میرویس بیژن، مزار شریف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.